بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است این آخرین ویدیویه که تو این کانال راجع به مسائل و اینا حرف میزنیم ویدیوی خداحافظی ما از این کاناله یا حملات گسترده روبرو بوده ایم که این اواخر یه مقدار تشدید شد و یه مقدار حالا نمیخوام بقولی خلاصه که برای همیشه کانال ها محدود شد محدودیت هایش یه طرف اما اینکه پیشنهاد داده نمیشه صدا نمیرسه دیده نمیشه و دیگه دیگه بریدم و بگذاریم حرف های زیادی هم هست برای نگفتن خلاصه اینکه تو این مدت اما خیلی زمان زیادی یعنی واقعا خیلی 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 وقت گذاشتم خیلی محتوای مختلفی تولید کردم سعی کردم تو مسائل مختلف روز نگاه به قولی آسیب شناسی، رفتار شناسی و الگو شناسی داشته باشم سلسله مراتبی که اتفاق میفته مدل رو نگاه کنم جریان شناسی کنم تو هر اتفاقی و ببینم که مثلا فلان چیز اگه صحبت میشه الان اتفاق میفته از کجا اومده پیشینش چی بوده قبلا آیا مدلی داشته یا نداشته جای دیگه مدلی داشته یا نداشته و تو مسئله خیلی به مسئله روز فکر کردم فکرم این بود که به همش الگوشناسی، شناسی مدل شناسی این کارا رو بکنم با چشم و دید خودم بیرو هیچ مکتب جامعه شناسی و فلسفی شرقی غربی چپی راستی شمالی جنوبی اینا نیستم تنها به یک مکتب معتقدم و میدونید که بارها صحبت کرده ایم خلاصه تو این جنگ این کانال برای من میدان جنگم بود میدان جنگ بود کلمه جنگ شعر جنگ موسیقی با با شعر با کلمه با شعار با شعور با دوربین با هر چه که داریم اما خب تنها بودم تنها موندم احساس همیشه اینجوری بود که توی بقالی آخرین خاکریز یعنی اولین خاکریزی است دادم و تا دا جایی که رو نگاه میکردم فاصله بود خدا رو شکر کردم و سعی کردم که از همونجا حالا شعاری صحبت نکنیم بقولید اما قطعا شکست خوردم یعنی اسراف بوده همش تمام این مدتی که اینجا بودم حرف زدم تمام این همه وقتی که گذاشتم اینجا با شرایط خیلی سختی که توی زندگیم شرایط مختلفی که داشتم زمانی که گذاشتم اینا خیلی قطعا اسراف بوده تاثیر به سزایی نداشته به قولی اون آخرین آدمی بودم که اما به قولی بعد از این همه مدت من یه دونه یه دونه مخاطب گرفتم یه دونه یه دونه شما اینجا اومدید چای پروموت رو نمیدونم تبلیغ و فلان و اینا هم نکردم خیلی از این بابت خوشحالم اما ناراحتی اینه که مخاطب خاصی رو داشتم تعداد کم اما هر کدوم برای خودشون وزنه ای حساب میشن که گاهن صدای ما از طریق اونا بخش میشه میبینید که همین اواخر کسایی که خیلی مطرحن تو عرصه سیاسی تحلیلی و اینها به پاسخ یا استفاده میکنن مثلا میبینید متوجه میشید که صدای اون سخنش بخش میشه جریان میگیره خیلی مسائل مختلف و اینکه میگم اسراف اینها این چیز بوده بوده قطعا مگر اینکه خدا رحم کنه تاثیر و خبر نداریم میمونه قیامت ببینیم خدا با همون چطوری حساب میکنه اگر برای خدا بوده باشه چون تو فقط خدا رحم کنه تو نیت تو توی همه اینها مشکل هست مشکلاتی هست در حال اما به نظر خودم آدم از شکست تا درس میگیره شکست رو یاد میگیره اشتباهات زیادی کردم گاهی بیادبی کردم گاهی تند و عصبانی شدم گاهی خشم قلبه کرده درست ندیدم گاهی اشتباه حرف زدم گاهی قدم فر شده مقاله میگن مارادونا رو ولکن فلان شدم گاهی ذریب اشتباهی دادم در صورتی که اصل حرکتم خصوصا برای سه تا اصل اگه باشه یکی اینکه بشناسیم مدل هایی که داره مهندسی میشه اتفاقایی که میفته اونا رو بشناسیم دو برای زریب دادن به موضوعات سه بازی دشمن و پازلش قرار نگرفتن و خصوصا تو اختلافات اینا ممکنه بعضی موقع ها اشتباه شده باشه به از همینجا از خدای بزرگ میخوام که ببخشه اگر جای اشتباه کردم اگر تاثیری رو کسی داشته خود جبار جبران کنه و درست کنه تاثیر بدی اگه داشته و درس میگیریم بدون شکست انسان هیچه انسانی که شکست نداره هیچه حالا بعد بماند یه حرفایی هم میگم نمیخوام بدم دشمن نشیم یه چیزایی هم یاد نگیرن بقولی یه فلان و این صحبت ها یه نکته اشاره کنم ببینید اونایی که به شما مثلا راجع گشته گشت ارشاد و امر به معروف و فلان و اینا سرکوب میزنن سرکوفت میزنن و مثلا القا میکنن که اشتباه حفاظت و نظارت از محیط فرهنگی جامعه به صورت انتظامی اینا اشتباهه نگاه کنید تو بطن زندگیمون تو قدم به قدم ذره ذره وجودمون تو سلایق غذا خوردن زندگی تفریح خوابیدن بیدار شدن یادگیری چی رو نگاه کنیم چی رو نگاه نکنیم انقدر دقیق بررسی میکنن هر جا دوست نداشته باشن به منکرات غربی که نزدیکی ناهیان منکر و امر به معروف کننده هاشون میریزند گزارش مس ریپورتینگ و این چیزا کنند یه کلمه یه جایی از دهنت در اومده پریده اصلا اشتباه لوبی بوده یه چیزی مثلا یه انگی میخوری با این انگی مثلا تو حامی مثلا یه تروریسم فلان تمام یه چیزی میشه که تو ابد یه محدودیتت برات قلبه میشه کلا برات گذاشته میشه کلا حذف میشی از بازی امکانه چیزی نداری میخوام بهتون بگم نگاه کنید گشت ارشادشون هم این گشت ارشاد یوتیوب چطوری داره یقه میگیره نگاه کنید چطوری داره گشت ارشاد توییتر گشت ارشاد فلان این همه گشت ارشاد مختلف برای منکرات برای کارهای اویل و شیطانی رو نگه داره رو بازی اون به با قولی فرهنگ قالب سلطه رو مسلط کنه بر جهان ببینید چه کار میکنه از طرفی ما توی مسائل اجتماعی نال بارها صحبت کردیم دیگه اینجا خستگی به تنم موند واقعا خستگی به تنم موند من با این کانال زندگی کردم به از جامعه شناسی و فلسفه و تاریخ و فرهنگ و سیاست و اینا بگی تا شعر و موسیقی و و اعتقادی چیزهایی که جنگ رسانه احساس کردم به شمشیر میزنم جایی که نیاز مهمه گاهی اوقات میبینید مثلا یه حرفایی میشنوید اینجا اینجا میشنیدید بعد چند روز بعدش از جاهای دیگه که خیلی معروف خیلی بزرگ حرف میزنن همه میشنوند و ما انکار بودیم همیشه انکار شدیم حمله شد بدون اینکه یعنی اصلا عجیب بود برام یه نمیخوام نمیدیم نمیشم خیلی خیلی عجیب بود خیلی مسئله اینه که ما ببین یکی از اشتباهات اینه که قولی تنهایی گیرت میارن لطو پارت میکنن اما اینها به قول شاعر یه شعر بخونیم دم آخری به قول به قول حافظ دلا بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند اتاب یار پری چهره آشقانه بکش که یک کرشم تلافی صد جفا بکند زمورک تا ملکوتش هجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند تو با خدای خود انداز کار و دل که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند خلاصه سه یه میگم قطعا این بوده که شکست خوردیم قطعا چیز نشده ببین من این همه زمان گذاشتم این همه گاهن یه موسیقی شیش ماه طول میکشید فلان کنم یه بعضی تحلیلان نیاز مطالعه چند سال بوده بعضی مسائل اینجوری بوده و قطعا شکست و اصراف بوده مگه اینکه خدا رو هم کنه چون تاثیر اینا رو ما خبر نداریم و این هم قربانی شدن کانال هم هم امید امیدوارم خدا قبول کنه یکی از چیزهایی بودش که بهش خوب گرفته بودم این کانال اینجا اما درس زیادی گرفتیم این هم دلیل نمیشه که کم بیاریم ول کنیم به قولی بگیم خب شما بردید تموم نه خیلی پروتر از این حرف هاییم انشاءالله به لطف خدا محکمتر و قویتر توی یه کانال دیگه که آدرسشو میذارم همینجا به قول بازم حافظ تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند بعد یه چیزایی هم قشنگ هست شکست این اینها باعث میشه که هم یاد میگیری هم, هم یه داستانی داری یه داستانی داری خیلی مهمه طبیب عشق مسیح دم از تو مشفق چو درد در تو که کرا دوا بکنند حالا اینا رو تو کانال دیگه ای که از اونجا از صفر شروع میکنم تو اونا بارگذار میکنم یکی راجع به تنهایی بزرگ دنیا همین که ماها هیچیم هر چی تلاش میکنیم کافی نیستیم و دیگه به قولی چیز میشیم تو دعوای قولای فلان به قولی از دو طرف چیز میشیم فلان اینا صحبت بکنم از لحاظ روانشناسی بعدا اینا یه وقت راجع به مسائل منطقه و خصوصا رژیم قاسب بچه کشین اینا یه مسائلی خیلی وقت مونده اونا رو دارم یه چند تا چیز مهم دارم که طالع از همین امروز مطالب مهمی هم که تو این کانال بوده مهماشو که یعنی دیگه نسبت همش به نظرم زماندار نبوده و مهم بوده اما یه مدتی میمونه فعلا کانال پاک نمیشه فعلا تا اینها یواش یواش مهماش مثل پادکست که تحلیل های ای هستند و به خصوصا زمان و اینا ندارن به درد میخورن و اونجا استفاده میکنم من چند تا کار تو این کانال میخواستم بکنم یکی این مدل نگاه کردن یکی این که تقتی بازی اینها نگاه نشه محتوا دیده بشه آدمایی بفهمند که معمولا نگات میکنن از چند طرف زاویه رو زمین و به قولی ترسیم میکنن مثل یه شاعرانه نگاه میکردم یه به قولی کلا فضا رو ترسیم میکردم بعد می اتفاقا حرف میزدم به این حالت بهش نگاه میکردم یه ذره باید تغییر استراتژی بدم چون دنیایی هستیم که خیلی راحت امسال ما حذف میشیم و دیگه اصلا گم میشیم نیستیم بار اول هم اونم نیست که چندین بار اتفاق افتاده تو مسائل مختلف فلان جا به قولی موسیقی, موسیقی، کریر کار, موسیقی هایم تموم شده اونجا کار فلان نمیدونم موقع مثلا با حضب فلان شاعرانگیمون به گل نشست اینا عادت دارم چیزم نیستم نه این آدرس کانال جدیدم میذارم اینجا من مخاطبم ویژه بودند خیلی این اینم نیست دیگه بالاخره الان بگی خیلی مهمه همه میدونن این که کانال بزنه اینا که چیزت کردن بیان اونجا نه از این خبرا نیست میدونم باید برم از صفر شروع کنم از یک یک مخاطب گرفتن تو دنیایی که ماها کافی نیستیم هرچی چی میدویم کافی نیستیم نمیرسیم صدامون نمیرسه چیز نمیشه دنبال خیلی اولش هر... کن بگذاریم فقط در نهایت اگر اشتباهی اتفاق افتاد نمیدونم گل به خودی زدیم گاهی ممکنه ممکنه نمیدونم بد حرف زده باشم یه موقع شاید توینی شده باشه به کسی ناراحتی بوده چپ و راست و شمال و جنوب از هر جنایی که میخواد باشه مهم نبود چون از تون منظورم این نیست به حال حلال کنید به قیامت نذارید باشه یه جوری حرف بزنم دارم میمیرم <applause> امینه واقعا من یه شخصیتی رو پردازش کرده بودم اینجا این شخصیت متولد نشد که بمیره اما بازم میگم نه مرد حتا چیزی انقدر تو سرم چیزا نمیدونم خیلی حالم گرفته اصلا چقدر سخته ببین یه تازیق چیزی نشده مثلا میخوام یه کانال دیگه برم همین <applause> به خاطر های فلان ببین مرک چیه آدم باید از همه دنیا دست بکشه از اون همه اون اون چیزهایی که داشتی اون پیاده رویایی که فلان جا میکردی اون غذایی که دوست داشتی اون آدمی که دوست داشتی چه میدونم اون فلسفه ای که دوست داشتی اون مکتبی هرچی همه چی باید ول کنی بری خیلی بگذریم به هر حال ممنونم تا الان هر کی اگه بوده که خیلی ها نیستن از این اینا یه شماره از 800 خورده این نفر یه شماره است فقط برای من و اما شماره نبود من نمیخوام به صحبت کنم اما این یه شماره برای من نبود آدما اونایی که به قولی به نظر من یه چیزایی که اون آدمی که اون پایین صحنه برات نشسته داره گوش میده مثلا داری فلان سازا میزنی اون یه چیزی نیست که صدای ساز تو خریده بشه نه اون یه آدمه اون یه زندگیه یه دنیاست یه نسله یه نسله یه جامعه است یه جامعه است اصلا جامعه یعنی همون اون یه نفر یه نفری که داره گوش میکنه دنیا یعنی همین و این قشنگش اینه که در عین قریبگی رفیق رفقانه چه میگن رفاقتی ترین حالت قریبگی غریبانه ترین حالت رفاقت قشنگه صحبت نمی کنم راجبش الان بعدا تو به قولی قصد هم همون روشه حال میدهید چی صحبت میکنیم معمولا چیه فلانه هرکی اگه دوست داشت میذارم این بالا زیر ویدیو هم میزارم میذارم همین حمید یک آخرش فعلا بذارید بعدا اسمش ممکنه عوض بشه باز چیز هندلش هر که دوست داشت در خدمتیم بعضی هم بهشون نمیدونم تبریک بگم موفق شدن یا تسلیت بگم بهشون موفق نشدن ما میریم در میگردیم این دفعه محکمتر این دفعه کمتر اشتباهاتی میکنیم که یه روزی بتونن استفاده کنن فلان کلمه رو در بیارن ازش گزارش کنن فلان کنن بمان کنن و یکی از اشتباه بزرگم هم البته در عین حال اینه که فکر کردم کاری دارم میکنم گفتم ها تاثیر مسیر اینا دارم ولی ندارم یعنی من فکر میکنم دارم ولی امیدوارم که داشتم فلان چون خیلی داره میبینید یعنی الان صحبت بعضی از این چیزها رو میبینید که حرف های میزنن مشخصه ولی بگذاریم اما یکی از اشتباه اینه که فکری کاری کرده یاد مثلا چی دنبال پاداش بودیم پاداش چی باشه مثلا ساب بگیری لاک بگیری دیده بشی این خودش یعنی نیت خراب میشه دیگه خدا رحم کنه خدا رحم کنه و یه یعنی نه خیلی اصراف کردم ها یه مدت هم ممکنه بیام مثلا صحبت کنم بگم مثلا آقا میخوام راجع به این حرف بزنم بیاین اینجا اینا نگاه کنید اینجا میخوام حرف بزنم چون بالاخره نیستن همه همیشه ببینن دیگه و بگذاریم خدا قوت خیلی خسته ایم اما خدا قوت کم نیاری نگاه کن در دور دست ها ما به هم رسیده ایم بیا برویم تا وقت دیگه یعنی برای همیشه تو این کانال کانال دیگه هستیم تولد دوباره برای همیشه تو این کانال عزت زیاد یا علی مدد